بیژن اصیل، متخصص و مشاور رسمی مهاجرتی شما از ایالت کالیفرنیا در کلیه امور مهاجرت به آمریکا. پذیرش تحصیلی بدون تافل، ویزای توریستی، تجارتی نامزدی و پناهندگی. از 30 سال تجربه این دفتر به نفع خود استفاده کنید. دفاتر در فرودگاه لس آنجلس و شهر بیولی هیلز 201-310-271-3600. درب خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. بله، همطور که در قسمت پیشین برنامه دیدید، آقای بیژن اصیل برنامه رو تقدیمتون میکنن، مشاور رسمی شما از ایالت کالیفرنیا در خصوص کلیه امور مهاجرتی به آمریکا، که شخصیتی شناخته شده هستن با 30 سال تجربه در امر مهاجرت، که شماره تلفنی که میتونید تماس بگیرید 310-271-3600 هست و به وبسایت مراجعه کنید، که وبسایت بسیار کاملی است، bijanasil.com رو فراموش نکنید. و بسیار خوشحال هستم که در خدمت آقای اصیل عزیز هستم. خیر مقدم میگم خدمتتون و خوشحالم از دیدار دوباره و گفتگوی دوباره با شما جناب اصیل عزیز. سلام دارم خدمت شما تناس خانم و درود میگم به همیانان عزیزم. خوشحالم که بار دیگه در خدمت شما هستیم و راجع به امور مهاجرتی صحبت میکنیم. بسیارم ممنون و متشکر. از اونجایی که سالیان سال هست بینندگان عزیز ما با شما آشنا هستن، همیشه از اطلاعات خوب و مفید مهاجرتی شما استفاده میبرن، من جمله در زمینه لاتاری که سیزنال هست، فصولی هست و مدت زمان کوتاهی به هر حال برای اقدام کردنش هست، که ممنون میشم لطف کنید توضیح بیشتر بدید که به چه گونه است. راجع به چی فرمودید؟ لاتاری. لاتاری، خب اولش میخوای راجع به لاتاری صحبت بکنید؟ بله. خب خانم تناز، فصل لاتاری هر سال هست. حدود از سراسر دنیا یه مقدار بودجه هست که برای ملت ایرانم این لاتاری به اصطلاح انجام میشه. درسته که ایران تحریم شده، ولی ایرانی تحریم نشده. اگر اشکالی هست بین دولت‌های ایران و آمریکا، این به ملت ایران مربوط نمیشه. دولت آمریکا همیشه حق و حقوق ایرانیا رو به سر جای خودش نگه. بله. حدود 100,000 نفر قرعه کشی قبول میشن توی تمام جمعیت دنیا، و این کلن توی این 100,000 نفری که قبول میشن، بهترین 50,000 نفر به اصطلاح مورد گرفتن گرین کارت از این طریق هست، که گرین کارت شامل شما، همسر و فرزندانشون هم خواهد شد. چیزی که مهمه خانم تناز، فرزند زیر 21 سال، زیر 21 سال بله. چیزی که مهمه خانم تناز اینه که این لاتاری از طریق الکترونیکلی انجام میشه، که دفتر ما این کارو شروع کرده. الان 2 اکتبر الان هستیم ما، حدود 10 جولای اوگوست میشه، یه ماه و نیم دیگه درست شروع میشه. بله. و مدت 1 ماه تا 3 نوامبر، از 2 اکتبر تا 3 نوامبر ما باید نارو فایل بکنیم. بنابراین مداره که همینان عزیزمونو باید فوری بگیریم، که اینها رو الکترونیکلی مذارت میخوام همه رو فایل بکنیم. و چیزی که مهمه، خیلی ها که قبول میشن خام تناز، چه کسایی که قبول میشن تو این 100,000 نفر، بهترین 50,000 نفر رو انتخاب میکنن. ولی برای شما نامه قبولی میاد، برای همین از ما تو این 50,000 نفر اگه یه اشتباه، اطلاعات اشتباه بدید، حتی پول تمر هم میدید، سفارت هم میرید، مصاحبه هم میرید، و اونجا میگن آقا شما چون اسم همسر تو اینجور گفتی، چون گفتی بچت اونجوره، چون تحصیلات تو اینجور گفتی، یک دونه توش اشتباه باشه توی سفارت رد میکنن. این تجربه ماست، 30 سال تجربه. اینها رو ما مرتب دیدیم، زنگ زدن آقای اصیل 1.5 سال زحمت کشیدیم، قبول شدیم، پول دادیم، گفتن بیا مصاحبه، رفتیم اونجا، گفت چرا اسم خانمت اینجوری نوشتی؟ چرا تحصیلات تو مثلا گفتی 12 ساله، چرا 10 سال تحصیل داشتی مثلا؟ اینی که خیلی مهمه که از همیانان ازم خواهش میکنم مدارکتون رو بفرستید، با دفتر تماس بگیرید، از طریق وبسایت ما، ایمیل ما bijanasil@yahoo.com برای ما بفرستید. ما به شما کمک میکنیم که بتونید توی این قرعه کشی شرکت بکنید تو موفق باشید.
بسیارم متشکرم و ممنون و پیشنهاد میکنم حتما به وبسایت آقای اصیل مراجعه کنید. وبسایت بسیار کامل و جامعی دارن به زبان شیرین فارسی که در زیر صفحه نحوه نوشتار رو میبینید و میتونید مراجعه کنید. در رابطه با E2 لطف کنید توضیح بدید و همچنین EB5 فرق اونها و پیشنهاداتی که در این زمینه جناب اصیل دارید. خواهش میکنم، همجور که بارها صحبت کردیم سرمایه گذاری ها دو نوع هستش که میتونن با همسر و فرزندان زیر 21 سال خودشون خواهم تناز بیان آمریکا. بله، سرمایه گذاری EB5 $500,000، هر کی میگه کمتره خلاف میگه، باور نکنید. حسن اشخاص که این صحبت رو میکنن خواهم تناز مردم رو میگیرن به راه دیگه میکشونن، اشتباه نکنید. 500,499 هم نیست که به اصطلاح باید سرمایه گذاری بکنید. فقط فرق EB5 با E2 چیه؟ EB5 درست گرین کارت میده ولی 2-3 سال طول میکشه پول شما رو توی پروژه ها بذارن. مراکز منطقی 135 مرکز منطقی داریم در آمریکا که این مراکز منطقی هر کدوم آدمی از زمینی خریده، ملکی خریده، میخواد خانه پیران بسازه، هتل بسازه، باید یه دیر جمع بکنه 40-50-60-70 آدم رو جمع بکنه و اینا رو پولشون رو سرمایه گذاری بکنه. موضوع مهم اینه که توی قرارداد اینا می نویسن که اگر این پروژه ورشکست شد پول شما بره، حق شکایت ندارید. اینو کی میخواد؟ اداره مهاجرت میگه بنویسید، چرا که اداره مهاجرت هم با اینا هم بستگی داره، نمیخواد فردا مردم برن اداره مهاجرت رو سو کنن بگن ما 500 تا پول گذاشتیم پروژه ورشکست شد. بنابراین میگن آقا مینویسن تو این 20 صفحه قرارداد یه جاش هم مینویسن اگر پروژه ورشکست شد به هر دلیلی پول شما رفت، حق شکایت ندارید. بعد میگن چی؟ میگن آقا بیا این پروژه که ورشکست شده حراج کنید، پولاتون رو مثلا یک مقدار بردارید. فکر نمیکنم به کسی چیزی برسه. رو این چیزی براشون باقی نخواهد بود. احتمالش وجود داره. 100% احتمالش وجود داره. من نمیگم همه پروژه ورشکست میشن. بعضی پروژه هم موفق هستن. ما هم پروژه خوب داریم و من وظیفه‌مه بگم. 100%. اتفاقا این رو خدمتون بگم جناب اصیل، در ارتباط با $500,000 لطف کردن برای من ایمیلی فرستادن، چون به این چیزا خیلی اهمیت میدن و در این در واقع وبسایت متعلق به اداره مهاجرت بود و خود من به زبان انگلیسی مطالعه کردم و دیدم که فقط $500,000، یعنی $499,000 هم شامل حالش نمیشه، بلکه $500,000. بله، منظور این که همینان از من به اصطلاح من همه محترم هستم ولی کسایی که این حرف رو میزدن اصلا همکار ما نیستن، یعنی هیچ گونه به اصطلاح مسئولیتی ندارن، رسمی نیستن، وکیل نیستن، هیچی نیستن. اینها صحبت میکنن برای خاطر هم از فردی اسم میذارن من به اسمشون کاره، هیچ تایتلی ندارن. من توی 30 سال تجربه هم به عنوان مشاور رسمی مهاجرتی که لایسن هستم از ایالت کالیفرنیا، خوشحالم که اینا رو به همین الان بگم. البته تنها جان یه چیزی به شما بگم، برای درست کار ما خب از این راه ما زندگیمون چه از ایران به مردم کمک میکنیم، ولی چیزی که مهمه توی EB5 منافع ما خیلی بیشتره. ولی با وجود من وظیفه دارم بگم که ریسکاش چی هست. ولی E2 چیه؟ E2 برای اقامته، برای ایرانیایی که دوست دارن هم بیان عزیزمون که بیان آمریکا در فرسامای 7-8 ماه بعد از اینکه جواز اوفک میگیریم. چیزی که مهمه همینان عزیز ما باید اوفک جواز بگیرن. هر کسی که ثروتی توی مملکت میاره باید جواز اوفک بگیره از سازمان تریجری آمریکا. بارها هم گفتم توی واشنگتن هست. بله بله. توی خود کاخ سفید یه قسمتش هست مال سازمان تریجری آمریکاست. بله. که مرتب هم با اینا تماس هستیم و پرونده همینانمون رو میدیم به اینها. و سوالی که برای بسیار ممکنه پیش بیاد، این جواز افق چقدر طول میکشه؟ جواز افق وقتی شروع شد یه ماه طول شد، الان شد 6 ماه 7 ماه. یه موقعی جنگ لیبی شروع شد مال ایرانی ها رو گذاشتن کنار، به 8 ماه 9 ماه 10 ماه هم رسید. الان هم همینطوره. بدون جواز افق همینان از ما نباید پول بفرستن اینجا. اگه با ما کار میکنن ما جلوشو میگیریم، برای اینکه توقیف میکنن و من خواهش میکنم از همینان عزیزم که پولی به امریکا نفرستید. کاری که ما میکنیم اینه که اول جواز اوفک میگیریم، دوم برای یکی از افراد خانواده یا زن یا مرد
خب در ایران بیشتر آقایون میان دنبال این کارا، خب اینجا برابری خانم آقایون تقریبا مساویه. تو ایران هم گفته خب میشه البته تو ایران هم البته هست، خیلی آقایون به خانماشون احترام میذارن، خانماشون واقعا خب بیزنس وومن هستن. یکشون بیان اینجا وقتی افکو میگیریم بیان اینجا ببینن، ویزای B1 B2 میگیریم، یا همسر و شوهر با هم بیان، بچه های ایران باشن بیان ببینن. ما بیشتر دوست داریم اینات کار ملک سرمایه گذاری بکنن، برای اینکه سرمایه گذاری توی به اصطلاح کسی که میخواد بیاد اینجا یه مغازه گروسری واکنه یا نام چلو کبابی یا یه رستوران کافی شاپ باز بکنه، بعد هفته 5 روز 6 روز صبح پاشه بره این کارا رو بکنه. برای خب یه دیر ندارن این پولو، میتونن یه خوشرویی باز کنن یا چیزای دیگه. ولی کلا کسانی که میخوان 500,000 دلار توی EB-5 بذارن، 50,000 دلار پول بدن پروژه بره بالا، 25,000 دلار پول وکیل بدن، میشه حدود 600,000 دلار. تازه تو 3 سال هم معلوم نیست چی میشه. این پول اگه بیان تو پروژه های بذارن که ملک میتونن بخرن، 20 دستگاه 15 دستگاه 14 به بالا میتونن بخرن، یه دستگاه شو اجاره بدن. 15 دستگاه هزینه حدودن چقدره؟ اونم خب اگه بخوان تو بیورلیز لس آنجلس بخرن گرونه، بله. ولی جایی هستش تو فلوریدا، تو اتلانتا، تو لاس وگاس، ملکا خیلی اومده پایین، یک سوم قیمت شده، چون اکونو آریزونا قیمت ها اومده پایین. یه 20 دستگاه با 500 تا میتونن بخرن، یه دستگاهشو بدن به یک نفر اونجا که زن شوهر به عنوان منیجر، 19 دستگاهش هم اجاره ماهی 1,000-1,200 دلار میگیرن، ماهی 20,000 دلار پول تو حسابشون میاد. موضوع مهم اینه که خانم تناز ای تو همه چی دست خودشون، ما براشون کورپوریشن درست میکنه به نام خودشون. عرض کنم که بانک به نام خودشون، امضا به نام خودشون، تمام قدرت دست خودشونه. باز خانواده میان اینجا و زمانش هم خیلی کمه. در زمانی که افقو بگیریم و بیان اینجا انتخاب بکنن، 4-5 ماه بعدش میتونن وارد آمریکا بشن. مهم اینه که میتونن از قبل هم بیان ببینن. از قبل هم بله، خب با ویزای B1 B2. خیلی عالیه. B1 B2 B2 توریستیه، B1 تجارتیه برای دیدن بیزینس. دیگه من خوشحال میشم اگر همین الان از من تماس بگیرن، بهشون توضیح بیشتر میدیم. توی وبسایتمون هم این قسمت‌ها رو همه رو هم E2 هم EB5 رو ما همه رو زحمت کشیدیم نوشتیم، مطالعه کنید. خب خواهش هم اینه که مرور نکنن همینان عزیز ما، اینا رو مطالعه کنید کامل. اگه سوالی دارید ایمیل بکنید، ما خوشحال میشیم به شما جواب بدیم. سپاسگزار. پس پیش از هر چیز لطف کنید به وبسایت مراجعه کنید، bijanasil.com که در زیر صفحه نحوه نوشتار رو میبینید. ایمیل www شما میفرمایید www.bijanasil.com. اگر بزنین و نزنین W رو میدونید میره. خب حالا دیگه درست. و در ضمن تلفن رو خدمتتون میگم، 201 رو فراموش نکنید، 310-271-3600. خب بیایم از سوژه دیگری صحبت کنیم که برای بسیار شیرین هست و اون هم ویزای نامزدی است. که سپاسگزار میشه برای شما خوبه که مجرد هستی بیا ویزا توضیح بدید که به چه صورت هستش. خواهش کنم. من همیشه خوب از این که یه خانواده درست میشه خوشحال هستم. بدونید ویزای نامزدی برای سیتیزنای آمریکاست. یک کسی گرین کارت داره نمیتونه نامزدشو بیاره به عنوان نامزدی. یک کسی که سیتیزنه نمیتونه نامزدشو بیاره، چون مادرش یه خانمی رو تو ایران انتخاب کرده که این خانم خیلی خوبیه، بیا ایشون نامزدی ببر. تناس خانم حتما باید دو نفر همدیگر رو تو 2 سال گذشته یه بار دیده باشن، با هم عکس گرفته باشن. قانون میگه که به اصطلاح نمیتونه این نفر یه خانمی را 10 سال پیش میشناسه الان هم دوستش داشته باشه. ممکن این خانم موقعیتش با 10 سال پیش خیلی فرق کرده باشه. فرق مثل من شما. خواهش کن. شما که عوض نشدید ماشاءالله. اختیار داریم، بالاخره همه تأثیر میذاره روشون گذر زمان. بله، منظور این که باید هم دیگر 2 سال قبل گذشته دیده باشن. بعد ما میتونیم براشون درخواست بدیم و زمانش هم 8-9 ماه طول میکشه. این از زمان شروع که اپلای میشه. بله بله 8-9 ماه بعد. بله بله، خوشحال میشیم که به همین عزیزمون کمک بکنیم. حالا فقط یک سوالی دارم، وقتی اون شخص میاد به آمریکا بعد شرایط به چه گونه است؟ آیا پنجره زمانی قائل میشن برای ازدواج این دو نفر؟ بله بله، 90 روز وقت دارن که ازدواج کنن. ازدواج اینه که 90 روز بیان بدن دیگه دوست دارن،
اگر خوششون اومد ازدواج میکنن. بسیارم ممنون. پس در این مورد هم باز حتما اطلاعاتی رو میتونید از طریق وبسایت کسب بکنید یا تماس بگیرید با آقای اصیل. مورد دیگه در ارتباط با ویزای توریستی هست. الان فصل تابستانه، بسیاری دوست دارن که ویزای توریستی بگیرن. الان شرایط به چگونه است و شما در این زمینه چطور میتونید؟ خواهش من دو مورد رو میخوام بگم، یکی توریستی، یکی از نظر پناهندگی که میخوایم صحبت بکنیم. ببینید خانم تناز، همه ایران، پاکستان، هندوستان، همه میخوان بیان آمریکا. بله. ولی متاسفانه دولت آمریکا یک کشور کپیتالیستیه. دوست داره کسانی که میان اینجا اینها دو چیز رو داشته باشن. یکی از نظر مالی وضعشون خوب باشه که نه اینجا سربار جامعه اینجا بشن. یکی این که به اصطلاح از نظر معنوی ارتباطات داشته باشن، یعنی خانواده، پدر، مادر، خواهر، برادر، که بدونن ویزای توریستی اینا میان بر میگردن. صرفا به شخصی که 22 سالشه و زن نداره و کاری نداره و پولی نداره و کارخونه نداره، به این صرفا خیلی سخت‌تر ویزا میدن. ولی کلن کسانی که خب بیزنس دارن، شرکت دارن، اینها خب خیلی راحت‌تر برای تابستان، مخصوصا برای کسایی که تجار، آدمایی که واقعا وضع مالشون خیلی بهتر هست، چیز میکنیم که ویزای B1 B2 توریستی و تجارتی بگیرن، هم گردش بیان با خانواده، همین که از تجارت بیان ببینن چه خبره و شاید بخوان سرمایه گذاریشون رو بکنن. بسیار عالی. پس این هم خودش راه دیگری است. و اما در ارتباط با پناهندگی، برای بسیاری این سوال هست که اشتباه فکر میکنن و بارها که صحبت کردیم این رو مطرح کردید که از ایران تماس میگیرن و میگن ما چطور میتونیم پناهنده به آمریکا بشیم. لطف میکنن توضیح میدن اصلا شرایط پناهندگی به چه صورت هست و آیا میکنم. میشه از ایران این کارو کرد؟ عزیزم، پناهندگی در ایران، امریکا دفتر پناهندگی نداره، سازمان ملل نداره. فقط کسانی که در آمریکا هستن، که اینجا هستن، ما میتونیم اینا رو براشون درخواست پناهندگی، اگه واجد شرایط باشن، درخواست پناهندگی بدیم. البته از اروپا هم میشه این کار کرد، ولی ویزای شنگن گرفتن خیلی مشکله. بنابراین من به همیانات ازم عرض میکنم کسانی که امریکا هستید، وارد آمریکا شدید، تماس بگیرید، چنانچه شما واجد شرایط باشید، برای مصاحبه رایگان هست. تشریف دفتر ما، دو دفتر داریم، تو بیولی هیلز و توی LAX، دفتر فرودگاه و دفتر بیولی هیلز هستش، که میایید برای صحبت و رایگان هست، پول بچی نباید پرداخت بکنید و به شما مصاحبه میدیم که بتونیم راهنماییتون بکنیم. بسیار ممنون و متشکر. به وبسایت مراجعه کنید و همچنین تماس بگیرید به شماره 310-271-3600. شما 30 سال هست که در کار مهاجرت هستید. ولی 42 سال آمریکا هستم. بله، خب واقعا خودش عمریه. یعنی تقریبا بیشتر زمان زندگیتون رو در آمریکا بودید و 30 سال هم واقعا کم نیست در زمینه مهاجرت. در حال حاضر چه پیشنهاداتی دارید با شرایط امروز برای افرادی که میخوان مهاجرت کنن و بیان به آمریکا؟ بله، سوال خوبی میکنید. من اولین چیزی که میخوام بگم، خانم تناز، به همیانان عزیزم، مخصوصا به جوانان، مرتب از این تلفن ها داریم که از ایران غیر قانونی بیرون نیایید، کار خلاف نکنید، از طریق خلاف گرفتار میشید. درسته تو هر 100 نفر ممکنه 2 نفر، 5 نفر واقعا موفق بشن، ولی خیلی ها گرفتار میشن واقعا. و این من توصیه میکنم که از ایران قانونی شروع بکنید، هرچند که شرایط ممکنه سخت باشه برای شما، ولی به شما توصیه میکنم که این کار رو انجام بدید. و کلن چیزای دیگه که میخوام توصیه بکنم که قبلا هم بازم گفتم بارها، برای شما ایمیل هایی میاد که این ایمیل ها میگه شما تو لاتاری گرین کارت برنده شدید. بعضیتون خیلی تعجب میکنید، میگی من اصلا درخواست ندادم. خانم تناز، میگم اصلا درخواست ندادم، چطوری من برنده شدم؟ کسانی هستن، اشخاصی هستن که به اصطلاح این مال آفریقای جنوبی هستن، که از انگلیس این کارو میکنن، میگن 2000 پوند بفرستید برای ما و ما برای شما گرین کارتتون رو، برای قرعه کشی قبولیتون رو براتون میسازیم. همش چی هستش خانم؟ همه در واقع تقلب. بله، اسکم هست. یعنی درست نیست، انگلیسی بگیم که درست نیست. باید مواظب باشن همیانان از ما. و اینا هر ایمیلی که براشون میاد برای لاتاری،
یا بدونید شما میگن در سفارت امریکا در انگلیس ایمیلشون و وبسایت به اصطلاح اون ایمیلشون رو که ببینید آخرش باید .gov باشه .gov government. وقتی .gov نیست .com یا .هر چیز دیگه نه تقلبه و نمیتونن .gov درست بکنن برای اینکه اگه مال دولت آمریکا نباشن اینترنت بهشون .gov نمیذاره بذارن. برابر این تمام مثلا دولت آمریکا لاتاری گرین کارت همه این آخرش .com یعنی چی؟ یعنی یه انسانی است که ربطی به دولت آمریکا نداره. بنابراین برای من خواهش دارم اینقدر نار نفرید بگه آقای اصیل این درسته؟ راستی من قبول شدم. بابا جان بخون آخرش .gov نیست یعنی تقلب. درسته خانم؟ کمکیست که وظیفه داریم به همینانمون عرض بکنیم. خب یک بار دیگه یادآور بشم پیش از هر چیز، برای اینکه خب زمان فرق میکنه، من جمله شمایی که در ایران هستید اگر میخواید اطلاعاتی کسب بکنید، سوالی دارید، حتما به وبسایت مراجعه بکنید. بله اینو فراهم فرمودید، حالا بریم سر بحث دیگه. چیز خب. دیگه مونده چون وقتمون کمه. در ارتباط با نه وقتی نداریم در حال حاضر، 5 دقیقه وقت داریم اگر هر سوژه‌ای که فکر می‌کنید بله توضیح بدید سپاسگزارتون. خواهش می‌کنم. من صحبتی که دارم خانم تناز، من راجع میخوام برگردم به سرمایه گذاری E2 و EB5 و اصولا کلی امور مهاجرتی برای اشخاصی که خانوادهایی که فرزندانشون براشون درخواست گرین کارت کردن سالهای پیش، وکیل رو پروندهشون نیست، این پرونده همجوری تو بایگانی ها میمونه، یه وقتایی به اصطلاح اوورلوک میشه. خوشحال میشم که اگر کمکی ما بتونیم راجع به اینا انجام بدیم. موضوع مهم اینه که بعضیا میپرسن که من برای پدر و مادرم میتونم گرین کارت بگیرم؟ خیر، اگه گرین کارت دارن خیر، اگه سیتیزن هستن بله. اگر کسی گرین کارت داره میتونه برای فرزندانش درخواست بده. فرزندانم 3 کاتگوری داره. بله. کسی گرین کارت داره، یکی اینکه فرزند زیر 21 سال باشه، یکی اینکه فرزند بالای 21 سال باشه، سومی هم اگه فرزند ازدواج کرده و این آقا گرین کارت داره ایشونو قبول چی؟ نمیکنن. بنابراین کسانی که گرین کارت دارن و برای بچه ها درخواست دادن، بچه هاشون نباید ازدواج بکنن. بله بله خیلی هم ممنون. یا اگر اول در واقع این کار رو انجام دادن بعد دیگه ازدواج میکنن، همه چی از بین میره، یعنی پرونده باطل میشه. ولی برای کسایی که سیتیزن هستن، کسی که سیتیزن هست اگر بخواد خانوادهش رو بیاره چقدر طول هیچ مسئله نداره. خب ببینید، کسی که سیتیزنه برای بچه فرزند و به اصطلاح همسر به اصطلاح درخواست بده زمانش خیلی کمتره. ولی اگر فرزندی برای پدر و مادر خودش، چون دولت آمریکا به پدر و مادر خیلی احترام میذاره، اگر فرض شما سیتیزن هستید پدر و مادرتون میخواد بیارید، زمانش 8 ماه 9 ماه خیلی زود گرین کارت نه. ولی اگه شما میخواید خواهرتو بیارید 12 سال. واو چقدر تفاوت. یا برادر 12، خواهر و برادر به خواهر 12 سال، ولی فرزند برای پدر و مادر 10 ماه 8 ماه. این طول میکشه. این احترامی است که دولت آمریکا برای پدر و مادرها گذاشته. واقعا دست مریضه. برای اینه که خب ما اینجا احساس راحتی بیشتری میکنیم. 100% سپاسگزار و ممنونتون هستیم. من شماره تلفن آقای اصیل رو خدمتتون عرض میکنم، 310-271-3600. و یادآور بشم برنامه های ایشون دوشنبه ها و جمعه ها ساعت 12:30 ظهر به وقت لس آنجلس و 12 شب به وقت ایران تقدیمتون میشه. در طول برنامه های اندیشه به ساعت بازپخش هم خواهیم پرداخت و شما عزیزان خواهید دید ساعت های بازپخش رو. فرمودید که برنامه ها دوشنبه 12 شب تهران، بله، و جمعه ها جمعه نه ببینید پخش برنامه های شما 12:30 ظهر دوشنبه و 12:30 ظهر جمعه به وقت لس آنجلس. نه تهران چطور؟ تهران میشه 12 شب دوشنبه پخش برنامه ها و جمعه 12 شب دوباره پخش برنامه با تکرارهایی که تقدیمتون میشه که 12:30 شب سه شنبه خواهد بود و 1:30 شب شنبه که به زمان در واقع ایران، در واقع به زمان لس آنجلس است. با سپاس فراوان از شما ممنونتون هستیم و به امید گفتگو به زودی. قربان شما. از همیان عزیزم بازم تشکر میکنم. امیدوارم که
بتونیم مفید باشیم و به شما بتونیم یاری بدیم در مسائلتون. راجع به لاتاری گرین کارت فراموش نکنید، 2 اکتبر تا 2 نوامبر الان باید شروع بکنید، تماس بگیرید، مدارکتون رو بفرستید، برای شما فوری اینا رو شروع میکنیم که بتونیم 2 اکتبر شما رو توی لاتاری قرار بدیم. سپاسگزارم، ممنونتون، خدا نگهدار شما. ممنون از شما، مرسی. بیژن اصیل، متخصص و مشاور رسمی مهاجرتی شما از ایالت کالیفرنیا در کلیه امور مهاجرت به آمریکا. پذیرش تحصیلی بدون تافل، ویزای توریستی، تجارتی نامزدی و پناهندگی. از 30 سال تجربه این دفتر به نفع خود استفاده کنید. دفاتر در فرودگاه لس آنجلس و شهر بیولی هیلز، 201-310-271-3600.